القسم الأخير من هذا المتن المبارك ختم به المؤلف رحمه الله تعالى. قسم پایانی از این مجموع مطالب تحت عنوان خاتمه است که مؤلف رحمه الله مجموع مطالبی رو ذکر کرده. ذکر فيه رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت. در این بخش اون بزرگوار به بیان مطالبی در رابطه با آخرت که متعلق به بعد از مرگ هست پرداخته. نعم وذكر في وجوب الهجره من بلد الكفر الى بلد الاسلام. همچنین به بیان وجوب هجرت از سرزمین کفر به سرزمین اسلام پرداخته. وذكر فيه ايضا تعريف ابن القيم رحمه الله للطاغوت. همچنین به بیان تعریفی پرداخته که ابن قیم رحمه الله در بیان معنای طاغوت ارائه داده. طاغوت چیست؟ من الطغيان من التجاوز، يتجاوز بعض الناس الحد ويعبد الاشجار والاحجار. طاغوت هم خانواده طغیان هست، تجاوز و گذر از اون حد و اندازی که الله براش قرار داده که نمونه عینی اون عبادت و پرستش غیر الله هست، پرستش درختان و همچنین پرستش سنگ و حجر. و تجاوز بعض الناس الحد و يطيع العلماء والامراء في معصيه الله ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. و همچنین از حد و حدود الهی در اطاعت الله متعال خارج میشه و از زمامداران در جهت معصیت و نافرمانی الله متعال اطاعت میکنه که این طغیان هست و این خروج از حد و حدود الهی است. الطواغیت کثیرون. طواغیت یا طاغوت ها زیادند. رؤوسهم خمسه. که سرآمد طاغوت ها پنج مورد رو میتونیم ذکر بکنیم. الاول ابلیس نعوذ بالله منه. که در رأس اونها ابلیس سرکرده طاغوت هاست. الثانی من عبد وهو راضي، يعني جاء انسان وسلم على اخر وانحنى له بالركوع وبالسجود ثم رضي هذا بالركوع والسجود فهو طاغوت. کسی که تعظیم بشه و این خواسته او باشه و به این رضایت به او طاغوت شمرده میشه، مثل اینکه شخص بیاد جلوی کسی تعظیم بکنه و او به این امر راضی باشه، این از مصادیق طاغوت بودن هست. نعم. الثالث من دعا الناس الى عباده نفسه مثل فرعون. و مورد سوم این هست که کسی مردم رو به عبادت خودش فرا بخونه مانند فرعون. الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب، قال تقوم الساعة القيامة يوم كذا، غدا يموت فلان، غدا يفوز الفريق الفلاني، هذا والله كاذب وكافر كفر اكبر. و مورد چهارم این که کسی مدعی چیزی از علم غیب باشه، مثلا بگه که فردا برپایی قیامت خواهد بود یا فردا فلانی خواهد مرد یا هر موردی از موارد غیب رو که خاص الله متعال هست به خودش نسبت بده. این چون این کسی که مدعی علم غیب هست به الله سوگند که کافر هست و برای همیشه در دوزخ خواهد ماند. نعم. الخامس من اعتقد ان حکم الله لا يصلح او حکم فلان من الناس او القوانین او الطواغیت مساوی لحکم الله و احسن معتقدا هذا یکفر کفر اکبر. و مورد پنجم این هست که کسی حکم غیر الله رو مانند حکم الله یا برتر از حکم الله بدونه و کسی که حکم غیر الله رو و قوانینی غیر از قوانین الله رو همسان یا برتر از حکم الله متعال بدونه او سهمی از اسلام نداره. لكن يعني نعتقد ان حكم الله يجب ان يطبق وهو الاصلح للبلاد والعباد لكن قدم حكم القوانين لغرض من اغراض الدنيا هذا كفر اصغر كفر دون كفر على خطر عظيم ولا يخرج من المله. اگر این اعتقادش باشه کفر اکبر شمرده میشه، اما اگر اعتقادش این باشه که قانون و دستور الله فراتر از همه قوانین هست اما در اجرا و تطبیق اون دچار اشکال بشه و کوتاهی بکنه، این امر دیگری است که کفر اکبر شمرده نمیشه و در معنا و مفهوم کفر اصغر میگنجه که موجب خروج فرد از دایره اسلام نیست. نعم بهذا ولله الحمد تم الشرح المختصر لهذا المتن المبارك. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. بدین سان به پایان شرح این متن مبارک رسیدیم و از الله متعال توفیق و درستکاری رو خواهانیم. الله به همه شما جزای خیر عنایت بفرمایید.